خب میرسیم به بحث خروجی گرفتن. برای خروجی گرفتن از کارتون شما میتونید بیایید، اگر بخواید از اول تا آخرش رو خروجی بگیرید، من این تیکه آخر رو پاک میکنم، این در واقع چیزی که خالی بود رو، که راحت میتونید شما بیاید اینجا و کلن اکسپورت رو بزنید و از ابتدا تا انتهاش رو خروجی میگیرید. اگر بخواید یه تیکش رو فقط خروجی بگیرید میتونید بیاید اینجا بگید که از اینجا رو به من خروج بگیر مثلا تا اینجا، و بیایید توی قسمت اکسپورت، یا چیزی که الان توی فاینال کات اکس به اسم شیر دیده میشه و شیر مستر فایل. من اینو باز میکنم تا بعد بگم خدمتون اصلا چرا اسم شیر هست و اینا چی هستش. شما اگر این آیکون رو بزنید، در واقع اینا یه سری پیشفرزن برای یه راحت تر کردن کار کسایی که نمیخوان خیلی درگیر تنظیمات بشن. به طور مثال اگه یه نفر داره چون هم یه فیلم گربه ادیت میکنه، میخواد فیسبوکش آپلود کنه، دیگه از اینجا مستقیما میتونه بزنه و مستقیم توی فیسبوکش آپلود بشه، یا یوتیوب یا ویمیو، اگر حالا مثلا نمیدونم فیلم های دیگه ای هست، یا مثلا فرض کن شما الان خیلی کسایی هستن که کار خیلی خوبی تو زمین موشن گرافیک و تدوین انجام میدن، توی ویمیو معمولا کارشون آپلود میکنن. اینی که این دیگه مستقیما برای شما آپلود میکنه، تنظیماتی که ویمیو نیاز داره یا یوتیوب رو خودش انجام میده، یعنی خودش اون بیتریتی که مد نظر ویمیو هست، مثلا اون کیفیتی که ویمیو نیاز داره یا یوتیوب، و اینکه چقدر باید تصویر کمپرس بشه رو دیگه خودش انجام میده و تمام این مراحل رو در واقع خود افزار انجام میده برای شما. دیویدی طبیعتا مشخصه که چیکار میکنه، برای شما یه دیویدی بیار میکنه. مستر فایل دقیقا یه فایل میسازه بر اساس چیزی که توی تایملاین شما هست. یعنی من اگه اینجا مستر فایل رو بزنم، که موردیه که 99% من از همین استفاده میکنم، یعنی بیشتر موارد من راستش اینجا از همین مستر فایل استفاده میکنم، مگر اینکه مورد خاصی پیش بیاد. خب اینجا من الان مستر فایل رو میزنم. اینجا شما چند تا عنوان دارین، یکی این آیکون کوچولویی که اینجا دیده میشه که زده 6 ثانیه. من اگر بیام اینجا و دیگه سلکشن هم پاک بکنم، دوباره برگردم توی مستر فایل، شما میبینید که الان دیگه اون آیکون از بین رفت و دیگه یه اینو آوت نیست، کل تایم ما رو نشون میده و میگه حالا مثلا 1 دقیقه و 5 ثانیه است. اما چه چیزی مهم اینجا وجود داره؟ این اسم فایلتونه، شما هر اسمی بخواید میتونید بزنید، دسکریپشن توضیحشه، و اینا تگ هاشه، اون تگ هایی که شما موقعی که آپلود بکنید توی سایت های مختلف، احتمالا دیدین که توی یوتیوب یه جاهای مختلف تگ هستش، این همون تگ هاست. کریئتور کسی که این کار رو انجام داده، و کیفیت تصویری شما که این قسمت خیلی مهم هست، اینی که ویدیو و آدیو باشه، صدا و تصویر، ویدیو خالی یا آدیو خالی، کده که شما چی باشه. طبیعتا این خیلی 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 مهمه، شاید مهمترین، یکی مهمترین عنوان ها باشه. اگر شما با هر کدکی کار کرده باشید توی تایملاینتون، حالا پروز التی یا هر چیزی، اینجا هیچ تفاوتی نمیکنه. خروجی شما بر اساس سورس شما و این کودک خواهد بود. به طور مثال من اینجا میتونم بذارمش روی 422 HQ که کیفیت خیلی بالایی هست، یا مثلا HD264 که برای وب یا چیزای دیگه مناسب هستش. اگر شما بخواین برای HDV XD کم یا اینها خروجی بگیرید، طبیعتا خروجی های دیگه هم اینجا وجود داره که شما میتونید از اینا استفاده بکنید. طور مثال من اینجا 422 HQ رو انتخاب میکنم. چند عنوانی پایین دارید که خیلی مهمه و توی درس بعدی مخصوصا مشخص میشه که چرا اینقدر مهمه، ولی فقط من یه دونش رو اینجا توی این درس خدمتتون میگم، و اونم include chapter markers. این برای زمانی که شما میخواید از این فایل کویک تایم توی نرم‌افزار DVS3 Pro، Adobe Encore یا نرم‌افزارهای دیگه‌ای که چپتر رو میشناسن و حالا برای DVD استفاده میشه یا چیزهای دیگه، اینجا شما میتونید این include chapter marker رو بزنید که اون مارکر هایی که ما روی تایملاینمون و روی کلیپ هامون زده بودیم که چپتر بودن، تو دو نبودن و مارکر عادی هم نبودن، رو
این همراه با فایل مووی کویک تایم شما اکسپورت میکنه. When done وقتی تموم شد چی کار کنم؟ کویک تایم پلیر رو باز کن و من فایل رو ببینم، اضافهش کن به یه لایبرری توی آیتیونز، یا به طور مثال این پایینی که خیلی مهم است و توی درس بعدی بیشتر در موردش میبینیم، رول های تصویری منه که به چه شکلی اینها رو اکسپورت بکنی، نرم افزار رو اکسپورت بکنه. اینو ما تو درس بعدی خیلی بیشتر بهش میپردازیم. فعلا برای این درس شما بذاریدش روی کویک تایم. 99% موارد طبیعتا میخواین روی اون چیزی بذارید که احتمالا کویک تایم هستش، حالا یا مگر اینکه شما بخواید اینجا فرضاً از یه چیزی مثل XDCAM استفاده بکنید که اونجا طبیعتا ممکن تغییر بکنه و حالا چیز دیگه باشه. البته XDCAM هم کوده که XDCAM برای کویک تایمه. خب من اینجا همین کویک تایم رو انتخاب میکنم. سایزش رو نشون من میده. طبیعتا این سایز اگر من بیام HXQ رو انتخاب بکنم خیلی بیشتر میشه، اگر HD64 رو انتخاب بکنم خیلی کمتر میشه و این یه چیز حدودی هست. یعنی شما تصویرتون ممکنه خروجیش از این کمتر یا بیشتر بشه، معمولا کمتر از این میشه. یعنی معمولا حداقل طبق تجربه من فانکات دست بالا میگیره اون عدد رو. خب من اینجا HQ رو میزنم، Next رو وقتی من بزنم از من میپرسه که کجا توی هارد میخوای خروجی بگیری. من مثلا ممکنه بگم توی همین سنپل فوتش خوبه، سیو رو بزنم. به محض اینکه شما سیو رو میزنید هیچی دیگه دیده نمیشه. علتش اینه که توی این قسمت بک‌گراند تاسکس اون داره برای شما توی بک‌گراند خروجی میگیره، همزمان که فاینال کات داره خروجی میگیره و شما این قسمت شیرینگ رو میبینید که داره اکسپورت میکنه. این بکاپ چیز دیگه ای هست، مربوط نمیشه به شیرینگ. اینو خیلی راستش چیز نکنید، این موضوع جدایی هستن، ربطی به این قضیه خروجی نداره. این شیرینگ شما خروجی شماست و الان داره اینو پر میکنه. زمانی که تمام بشه من میتونم فایل رو ببینم، ولی در حینی که داره خروجی میگیره هم من میتونم اینجا کار بکنم باهاش، هرچند که طبیعتا یه ذره کنتر میشه، ولی این یکی از قابلیت‌های بسیار بسیار خوب فاینال کات. من اینجا کنسل میکنم این قضیه شیرینگ رو و حالا اینجا میام توی خود اکسپورت. این موارد دیگه‌ای که اینجا هست، اگر شما اد دستینیشن رو بزنید میتونید از چیزهایی که اینجا وجود داره به عنوان یه پیش‌فرض استفاده بکنید. به طور مثال فریم فعلی رو حفظ چیز بکن، اکسپورت بکن. ممکنه که از چیزه باشه که شما زیاد ازش استفاده بخواییم بکنید، بخواید فریم ها رو بفرستیم برای جایی ببینن یا هر چیزی. بلوری برای من اکسپورت بکن، با کیفیت ایمیل برای من اکسپورت بکن. به طور مثال یه باندل برای من اکسپورت بکن. باندل چند تا خروجی ممکنه توش باشه که حالا بعدن بیشتر راجبش صحبت میکنیم. یا کامپرسور ستینگ. کامپرسور ستینگ رو شما اگر بزنید یه چیزی از اینها رو برای شما لود میکنه. اینها پریست هایی هستن که من قبلا درست کردم و اگه بخوام میتونم بیام اینجا اینا رو تغییر بدم. اپل دیوایس هم باز اینا پیش فرضه. اپل دیوایس هایی که در 80 پی میتونن پخش بکنن یا 720 پی میتونن پخش بکنن، اینا همش پیش فرض هاییه که درست شده. در واقع همشون یه سری تنوع هایی از همین مستر فایله. مثلا دیویدی رو اگه شما بزنید خب طبیعتا مشخصه که چیه. من فرق سامانه بذاره توی میکشه دقیقا توی این دیویدی شما میتونید بگید که روی چه چیزی رکورد بکنه، خروجی شما رو هارد بریزه، شما جای دیگه بخواید اکسپورت بگیریم و جای دیگه رایت بکنید. خیلی از مک هایی که توی این چند سال گذشته فروخته شدن اصلا دیویدی رایتر ندارن، این عنوان برای اونها هاست. و اینی که سینگل لیر دیویدی باشه، دابل لیر، چیزایی که اینجا شما میتونید تنظیم بکنید براش و مثلا یه بک‌گراند اینجا اضافه بکنید یا دقیقا اون یوز چپتر مارکرز رو اینجا اضافه بکنید و بخواید بیارید اینجا دقیقا چپترهای دیویدی شما به ازای این چپتر مارکرها باشن، که من فکرم عنوانه خیلی ساده و مشخصی. خب من اینجا میام اد دستینیشن، به طور مثال یه کامپرسور ستینگ رو میزنم و توی کامپرسور ستینگ حالا ما پیش فرض هایی رو داریم که توی کامپرسور درست کردیم. به طور مثال اینجا شما ممکنه بگید که من برای MPEG میخوام خروجی MPEG پروگرام استریم 15 مگابیتی
بگیرم، یا مثلا 15 مگابیتی با کیفیت رنگی 4.2.0. هر کدوم از اینا رو که مد نظرتون باشه میتونید اینجا اوکی رو بزنید. از الان به بعد شما الان دیگه این رو هم جزء پیش فرض های شیر دارید اینجا. البته من فکر کنم من باید ببندم این پنجره رو، خود فان خاطر احتمال باید ببندم یا باز کنم تا دیده بشه. اینجا دیده میشه، احتمال داره اینجا دیده نشه. نه اینجا هم دیده میشه، خوشبختانه نیاز به باز بسته کردن نداره. اینم تمام چیزایی که در مورد اکسپورت نیاز هست که شما بدونید. خیلی راحت و ساده هستش. توی درس های بعدی دو تا عنوان دیگه هم داره که حتما با هم مرور میکنیم، به علاوه اکسپورت کردن برای کامپرسور.